قرار است شورای امنیت سازمان ملل نشست را در پیوند به وضعیت افغانستان برگزار کند. گفتنی است که در این نشست درباره پیشنویس قطعنامه درباره ارزیابی هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان نیز رأی گیری شود. این در حال است که فریدون سنرلی اغلو در گزارشش از وضعیت افغانستان گفته بود که آغاز این فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر در افغانستان شده و به عادی سازی روابط جهان با امارت اسلامی می انجامد. نشست شورای امنیت سازمان ملل در پیوند به وضعیت افغانستان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. نشست برای رایزنی درباره پیشنویس قطعنامه در پیوند به افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش هدف این نشست را رایگیری در مورد پیشنویس قطعنامه درباره ارزیابی فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته است. پیشنویسی که متن آن را ژاپن و امارات متحده عربی ترتیب دادند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است نشستی درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. قرار است در این نشست درباره پیشنویس قطعنامه درباره ارزیابی فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان رأی گیری شود. قطعنامه جدید که در نشست شورا برای گیری گذاشته خواهد شد، همچنین خواستار تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان خواهد شد. پیش از این دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت گزارش از ارزیابی هماهنگ کننده ویژه این سازمان در مورد افغانستان را ارائه کرد. گزارشی که در آن گفته شده بود آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر در افغانستان به عادی سازی روابط جهان با امارت اسلامی خواهد انجامید. من فکر میکنم بازم اگر ملل متحد یک فیصله یک جانبه و ناسنجیده در مورد افغانستان میکنند، نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت. به نظر من یگانه راه تفاهم، تعامل و مذاکره است که با حکومت امارت اسلامی افغانستان باید صورت بگیره و افغانستان به رسمیت شناخته شود تا از راه مجراهای دیپلماتیک به مسائل افغانستان رسیدگی صورت بگیره. با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، سازمان ملل تا هنوز نتوانسته از سمت و سویش با حکومت سرپرست افغانستان را مشخص کند. بعد از فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی، متحدین افغانستان و کشورهای بزرگ منطقه، کسانی که سالهای سال همواره حرفشان متحد بودن و همکار بودن با مردم افغانستان بود، حالا اونها ضمیراً خود را در قبال مردم افغانستان مسئول و ملامت میدانند. از اینجاست که از هر راه ممکن تلاش میکنند به وضعیت فعلی افغانستان راه حل پیدا بکنند. این در حالی است که پیش از این نیز شورای امنیت سازمان ملل نشستی را پشت درهای بسته با حضور شماری از سیاستگران و فعالان حقوق بانوان افغانستان در سوئیس برگزار کرده بود.